توهین جدید مصطفی میرسلیم به مردم ایران و جنجالی که به خاطر فیلترینگ این استگرام انجام داده بود. با ما همراه باشید، صحبتاش رو میشنویم. سلام دوستان عزیز، به کانال زرد تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب طی چند روز اخیر یه تیکه مصاحبه از مصطفی میرسلیم نماینده مجلس توی فضای مجازی خیلی پخش و وایرال شده بود که توی اون با قاطعیت میگفت که باید اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی مشابه فیلتر و قطع بشن. کاری هم به نظر مردم نداره و نظر مردم اصلا براش مهم نیستش. اول بریم این تیک مصاحبه رو که حالا به صورت تختی شده قسمت‌هایش توی شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست و وایرال شده بود رو ببینیم به صورت کامل، بعد راجع بهش صحبت می‌کنیم و حواشیش رو بهتون میگم. شما فیلتر اینستاگرام رو تایید می‌کنین؟ 100% من تایید می‌کنم. اصلا باید قطع بشه. اینستاگرام فاجعه است. بدترین شبکه‌ای است که تو دنیا داره کار می‌کنه، با مزمحله، اصلا قابل دفاع نیست. به نظرتون نظر مردم هم همینه؟ اکثریت مردم؟ من کاری به نظر مردم ندارم، ولی می‌دونم که چه آثار زشتی و مکروهی داره تو جامعه می‌ذاره. اگه اکثریت مردم بخوان فیلتر اشتباه نباشه، بگن که نمی‌تونیم به خاطر اکثریت ما این کارو بکنیم. خب اشتباه رو کی تشخیص میده؟ باید تشخیص میدم به اونایی که اهلش هستن. خب این مصاحبه با واکنش عموما منفی مردم در فضای مجازی همراه بود و همه این صحبت‌ها رو توهین‌آمیز به مردم ایران قلمداد کرده بودند و گفته بودند که میرسلیم با رأی همین مردم الان نماینده این مجلس است و باید خدمتگزار مردم باشد و دغدغه اصلیش نظر مردم باشه، نه اینکه بگه نظر مردم اصلا برای من مهم نیست و من صحبت‌های خودم رو انجام میدم. از طرف دیگه خیلی هم اصرار میرسلیم رو در قالب نسخه تربیتی و تنبیهی برای مردم قلمداد کرده بودن و گفته بودن میرسلیم اصلا جایگاه و شایستگی این که بخواد برای مردم نسخه بپیچه رو نداره و تصمیم گیری های اینجوری رو کسی باید انجام بده که موفقیتی حداقل در این زمینه داشته باشه، نه میرسلیمی که توی تربیت بچه خودش هم حتی ناتوان بوده و پسرش بعد از سالها مشخص شد که جاسوس و نفوذی گروه مجاهدین خلق بوده و سر از پایگاه اشرف در آورد و میرسلیم رو فردی ناتوان در تربیت حتی برای یک نفر که فرزند خودش باشه میدونستن، چه برسه که بخواد برای 80 میلیون ایرانی تصمیم گیری بکنه و نسخه تربیتی بده. نظر شما چیه دوستان؟ حتما نظراتتون رو راجع به صحبتایی که میرسلیم انجام داده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید چقدر با صحبتاش موافق هستید و این واکنش منفی که مردم نسبت به این صحبت ها داشتن به نظرتون به حق بوده و صحبتای میرسلیم واقعا توهین‌آمیز بوده؟ حتما نظراتتون رو برام کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.